با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. سال 97 سال اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگری، سال نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، سال شعار نان، آزادی، حکومت شورایی، سال رهبران کارگری بود و در سال 97 در مجموع بیش از 1700 اعتراض کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و بازنشستگان به وقوع پیوست. از طرف دیگر امروز ما با فضای تبلیغاتی جنگی بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا روبرو هستیم که این خبر به عنوان یکی از اخبار مهم در صدر اخبار جهان و منطقه قرار گرفته است. در برنامه امروز رو در رو ما با یکی از چهره‌های سرشناس جنبش کارگری صدیق کریمی و یکی از رهبران اتحادیه آزاد خواهیم بود و در ارتباط با موقعیت جنبش کارگری و اینکه فضای کنونی جنگی چه تأثیری در مبارزه طبقه کارگر خواهد گذاشت، نظرات مهمان عزیز برنامه امروز رو در رو رو با خود خواهیم داشت. با سلام به شما صدیق کریمی عزیز و با تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا در برنامه امروز رو در رو شما رو با بینندگان و شنوندگانمون داشته باشیم. با عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیز و بینندگان و شنوندگان عزیز، منم از شما تشکر دارم که این وقت رو برای من گذاشتی، منم ممنون میشم. خواهش میکنم صدیق عزیز، قبل از اینکه راجع به خود موقعیت جنبش کارگری در کنونی نگاهی بیندازیم و وضعیتی که و سالی که در پیش داریم، الان چیزی که بر سر جامعه سنگینی میکنه فضای جنگی است که در سطح جامعه ما باهاش روبرو هستیم. تبلیغاتی که از طرف دولت امریکا و دولت جمهوری اسلامی، گرچند بگذاریم که هر دویشون اعلام کردن که قصد جنگ ندارن، این فضایی که الان درست شده به نظر شما چه تأثیری میتونه بر مبارزه طبقه کارگر داشته باشه؟ ما در سال گذشته بیش از 1700 اعتراض کارگری داشتیم. آیا این فضا میتونه جنبش کارگری رقب بزنه؟ فکر میکنین تأثیرش چه خواهد بود؟ به نظر من در یکی از حساس‌ترین دوره تاریخی قرار گرفته است. ما در سال تقریبا 95 1100 تا حدوداً و در سال 96 1400 تا حدوداً و در سال 97 1700 مورد اعتراض کارگری در مراکز و خدماتی و کارگری داشتیم. امروز جنبش کارگری با توجه به وضعیت جنب، با توجه به اعتراضات گسترده و مستمر کارگری در صنایع مختلف ایران و همچنین ایجاد تشکلات مستقل و مهمتر از هر چیز هماهنگی و حمایت این تشکلها از یک دیگر. نمونه بارز مثلا ما میتونیم حمایت فولاد اهواز شکل هفته با یا بانشستگان شکل هفته با سای تشکل ها و اعتراض سراسری معلمان در امسال و از اعتراض سراسری و اعتصاب کامیونداران در سال گذشته. جنبش کارگران الان به نظر من جایی داره که نه تنها جنگ، بعد وجود فقر و حقوق های بارها زیر خط فقر و بعد وجود به عدم امنیت شغلی، جنگ به نظر من نمیتونه تأثیر روی این جنبش کارگری داشته باشه. جنبش کارگری هر روز عزم جزم کرده، هر روز بهتر از دیروز واقعا جلوتر میری. بله، خب صدق کریمی، ما با مراسم های اول ماه مه روبرو بودیم و اون رو پشت سر گذاشتیم، مراسم های باشکوه که بگذاریم. به دنبال این مراسم با دستگیری فعالین کارگری و همچنین فعالین جنبش معلمان و بازنشستگان روبرو بودیم. شما اگه نگاهی به جنبش کارگری الان بیاندازین در سال کنونی، سال 98، و مقایسه بکنین با سالهای گذشته و یا سال 97، شما فکر میکنین که امروز جنبش کارگری در کجای استاده و چه دستاوردهایی رو در واقع گرفته؟ من اگه اجازه داشته باشم وقتم اجازه به یک مروری با توجه به که من آنلاین و اکتیف درگی بودم با این قضایا، اگه یک کمی از گذشته بیام قدم به قدم به جلو، نمیدونم اگه وقت اجازه بده من. بله خواهش میکنم. بله بفرمایید. یک اشاره ما دقیقاً
یادم سال 80 وقتی روز جهانی کارگر برگزار کردیم، در این حالی که روز جهانی کارگر تمام شد و جمال شاغوسی، من بیادارم رابطه با روز جهانی کارگر و رابطه با دستمزدان صحبت کرد. بعد از مراسم حمله کردن به روز جهانی کارگر، ما اومدیم بیرون از سالن حمله کردن، از جمله جمال شاغوسی، چند تن از دوستان واقعا دستگیر شدن که جمال متاسفانه اعدام کردن و چند نفر از دوستان 5 سال اعدام کردن، از جمله خانم کوکبی، از جمله کمال حیات، از جمله اسد محمدی، یعنی مشکل. و این قضیه به هم نذاشتن تا اعلام وجود. تا سال 80 تقریبا، ما سال 80 دوباره قرار بود کارگران خباز با محمود صالح چیز جلسه ای داشتیم، قرار بود قانون خبازان اعلام وجود کنه. من با یکی از دوستان دلاب بذارین بگم که من صحبت این پرسننده چه گفتیم، ما داریم با روز جهانی مراسم تدارک روز جهانی پلیس هم دنبال ماست ببینیم کدام موافق میشه، آیا ما موافق میشه یا پلیس موافق میشه. به حال کاری ندارن، اگر پلیس حمله کرد شب من و آزار زمانی دستگیر کرد تا مونده سال 84. سال 84 وقتی ما اعلام برگزاری روز جهانی کردیم، کمیته برگزاری 7 نفر بود. در سال بعد خوشبختانه کمیته برگزاری در سال 85 750 نفر شد. حالا به مراتب منظوم همینه که مثال بیارم، امروزه جنبش کارگری جایگاه ویژه‌ای داره، اگرچه این سبک و متد جمهوری اسلامی در طی دوران حاکمیتش دید احضار بازداشت دادگاهی و بزنن طولانی مدت یا جزای نقدی حتی تحمل ضربات شلاق محکومه یا از تعیین وثیقه سنگین نیست همچنان به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است. امسال همچون سالهای گذشته تعداد زیادی از اعضای تشکل و هنهای مستقل و معلمان قبل و حین مراسم روز کارگر و روز معلم بازداشتن، چندین نفر هنوز که در بازداشتگاه جمهوری اسلامی کماکان بازداشت هستن. حکومت اسلامی به رغم توسل به سرکوب و خشونت عریان برای ایجاد فضای وحشت و ترس، نتوانست از تداوم و افزایش اعتراضات کارگری جلوگیری کند. مشکلات و معضلات کارگری آنچنان عمیق و گسترده است، شاید کاری و معیشت چنان سخت و طاقت فرساست که کارگران و مردم برای ادامه زندگی چاره ای جز اعتراض و مبارزه علی این شرایط غیر انسانی تحمیل شده و سراپا تبعیض ندارند. و بیان دیگر، سلاح سرکوب این حکومت به تدریج و مدل های حاکمیت، یعنی جلوگیری از اعتراض گسترده و مستمر کارگران، خاصیت را از دست داده است. لحاظ دیگر میتوان گفت توازن قوای سیاسی و طبقاتی و زیان حکومت تجدید در حال تغییر است. با در نظر گرفتن مبارزات وسیع مستمر در سالهای گذشته، عرض کردم مثلا سال 95 1300 تا داشتیم، در سال تقریبا در سال 96 ما تعداد 1000 حدودا 400، در سال 97 1700 تا داشتیم. جدا از این مسئله کیفیت، جالب اینجاست من برگردم به گذشته کمی، وقتی به فرض کارخانه شاهو اعتراض میکرد، کارخانه نساجی و پاریس از شاهو حمایت میکردن. وقتی پاریس حمایت میکرد به عنوان نمونه، شاهو نساجی، واقعا این سنت ها و این سبک متودا جنبش کارگر هر روز به جایگاه ویژه میبرد. جدا از این قضیه، این باعث میشد این اعتراضات و گسترده سال گذشته باعث شد که واقعا توازن قوای سیاسی و طبقاتی کارگران به جایگاه ویژه برود. و امسال به نظر من امسال با توجه توانمندی جنبش کارگری، با اطمینان بیشتری میتوان گفت که وضعیت جنبش، وضعیت موجود ناپایدار و کارگران برای بهبود حتی اندکی در وضعیت خویش رای دیگه جز به عقب راندن رژیم و تغییر توازن قوای طبقاتی موجود ندارن، به نفع خود ندارن واقعا. و این واقعا در طی پروسایی که ما به عنوان اتحادیه واقعا این توانستیم، نمیگم واقعا کل جنبش ها تاثیر داشته، ولی ما به عنوان متودایی سال 86 وقتی ما 13 نفر دستگیر شدیم، با تمام قوا برای لغو حکم شلاق، برای دوستان تلاش کرد برای هر حکم لغو از هر عواملی که بتونه مؤثر باشه، ما اصفار از امضای جمعی از اعتراض، ما من و شای زمانی و از حکم محارب گرفتیم. اگر اعتراض روزمره جن کارگران نبود، ما به راحتی از آن نمیشونیم. ما 45 روز زندان بودیم، 45 روز جلوی دادگاه و ارگانهای مختلف اعتراض بود. و خوشبختانه امروز چون بشه کارگری به جای رسیده که علامه همبستگی بین‌المللی دارد،
این خیلی مهمه واقعا، ضمن اعلام واقعا ضمن اعلام همبستگی خواهان آزادی بدون قید و شرط کارگران هستند در این مقطع، بخصوص فعالین کارگری که از چیز واقعا یکی از خطوطهای واقعا که یکی از مبتکرهایی که واقعا اتحادیه و فرض نمونه داشت من میخوام اشاره کنم، تومار 40,000 نفری امضا بود که از کارخانه مختلف کشور جمع آوری شده بود، که از این طریق خطاب به وزیر کار برای افزایش حداقل دستمزد، و نه تنها برای افزایش حداقل دستمزد در مقطع تاریخی مؤثر بود، بلکه با توجه به قصت معترض امضا کننده این تومار اهمیت ویژه و وزن خاصیه که علاوه بر شکایت از دستمزدهای زیر خرفق، یعنی حال به پدیده های راجع از جمله قرارهای موقت و سفید امضا، عدم پرداخت دستمزدها یا همین مواقع حقوقهای مواقع، بیکارسازی و رواج ناامنی شغلی نیز واقعا اشاره کرد در این مطلب که واقعا خودش کارساز بود. خب صدیق، شما به این اشاره کردین که الان جنبش کارگری در یک وضعیتی قرار گرفته که توازن قوا رو در نسبت در ارتباط با جمهوری اسلامی دگرگون کرده. اگه ما بخوایم راجع به دستاوردهایی که جنبش کارگری تو این توازن دگرگون شدن توازن قوا در واقع کسب کرده روش اشاره بکنیم، به نظر شما چه دستاوردهایی رو آدم میتونه روش فوکوس بکنه و بگیم 1, 2, 3, 4 این دستاوردها رو جنبش کارگر تونسته بگیره، و اینکه اشکال مبارزاتی که کمک کرده که امروز جنبش کارگر در این نقطه وایساده، اون اشکال مبارزاتی که به کار گرفته چی بوده؟ به نظر ببین، ما در دوران 57 دقیقه توجه کنید، کارگران از جمله کارگران شرکت نفت علاوه بر مطالبات صنفی در تحولات سیاسی نقش عمده ای داشتن. بله. امروز به نظر من یکی از چیزای برجسته که میتونیم بگیم این یکی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، دو حمایت گر این خیلی مؤثره واقعا. من به عنوان نمونه مثلا عرض کردم، نمونه شاور نسانی، الان نمونه نیشکر هفته و نمونه فولاد اهواز اشاره کردم، این حمایت ها و ایجاد تشکل های کارگری و به نظرم این حمایت های بین المللی که امروز واقعا این شده، واقعا اینا دستاورد جنبش کارگری در امروز است که واقعا جایگاه ویژه برای این جنبش ایجاد کرده. بله، خب شما به مسئله تشکلات مستقل کارگری اشاره کردین. ما همکنون برخی از چهرهای سرشناس جنبش کارگری و همچنین فعالین اتحادیه آزاد، من جمله رهبری اتحادیه آزاد، در زندان رژیم اسلامی به سر میبرن، و همونجوری که آخرین اطلاعیه‌ای که اتحادیه آزاد منتشر کرده در ارتباط با دستگیری اعضاش و کادرهای رهبریش در زندان، از این اشاره کرده که رژیم اسلامی عملاً تماسی که گرفته مطرح کرده که خواهان تلاش خواهد کرد که این تشکل رو به نابودی بکشه. شما فکر میکنین که چجوری جنبش طبقه کارگر میتونه از این دستاورد خودش دفاع بکنه، مسئله تشکلات مستقل کارگری، و اینکه رژیم اسلامی رو تو این عرصه به عقب بزنه و از فعالین خودش، از چهرهای سرشناس جنبش خودش قاطعانه دفاع بکنه؟ ما واقعا تجربهاتی در این زمین تجربهاتی زیاد داریم. همیشه تهدید ما رو وقتی دستگیر میکرد، بارها به ما اعلام کرد که شما اتحادیه بخش کردستان جدا کنید به خاطر اینکه بتونید راحت‌تر حمله کنید. این متد جمهوری اسلامی واقعا این در حین دستگیری دقیقا این کارش بوده، همیشه اعلام کرده که ما این تلاشش بوده عملا، اگر هم اعلام نکرده ولی اما خوشبختانه امروز و تنها کاری خوشبختانه امروز با توجه به اینکه تشکلات کارگر مستقل کاری و مردم ایران اینو فهمیدن که تنها راش حمایت از همدیگره، تنها راهی که اگر یکی از حتی به هر بهانه ای، حتی ما روزنامه جمهوری اسلامی در ایران وقتی چیز میکرد، ما در حمایت از آزادی بیان اون دفاع میکنیم که ما از این تعطیل بشیم روزنامه. الان هم امروز به نظر ما امروز تمام تشکلات کارگری و فعالین علی این وضعیت اتحادیه بشه فرق نمی کنه و تمام اگر هر گونه دستاوردی تأثیر مثبت روی جنبش کارگر، هر گونه عقب نشینی تأثیر منفی می‌ذاره. به نظر من این مقطع تاریخی
که باید تمام تشکل‌ها متحدانه علیه این قصد جمهوری اسلامی اقدام کنند که به هیچ وجه حق نداره علیه تشکل مستقل کارگری چون اقدام کنه و چون یه حرفی بزنه است. خب شما در صحبت قبلیتون به موقعیت جنبش کارگری اشاره کردین، به خصوص به مسئله اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز. به دنبال این اعتراضات ما با دستگیری اسماعیل بخشی روبرو بودیم و همچنین میثم مهدی. شما البته بگذاریم که اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز تغییر و تحولاتی در جامعه به وجود آورد که اسماعیل بخشی به عنوان نمونه، به عنوان یکی از چهره‌های محبوب جامعه، نه تنها صرفا چهره محبوب جنبش کارگری، به عنوان یکی از چهره‌های محبوب جامعه شناخته شده شد. شما فکر میکنین که چجوری جنبش کارگری میتونه این روند رو تثبیت بکنه و رهبرانش، چهره‌های سرشناسش به عنوان رهبران جامعه و اینکه به عنوان رهبران خواستای اعتراضی جامعه خودشون رو در جامعه هرچی بیشتر تثبیت بکنن؟ به نظر من هر راهی که شدنیه و میسره در حق در تمام سراسر شو باید دستوی خواهد بزن. بفرض ما سال 95 وقتی جعفر عظیم زاده در زندان بود این دستوی خواهد بذاشتیم شوار در حق چه حد امکانه عکس جعفر به عنوان رهبر، یکی از رهبران سرشناس جنبش کارگری در تمام در و دیوار مثلا نصب کنیم. و فرض نمونهش بعد از اون واقعاً حرکت های گلگشت، حرکت های اعتراضی و هماهنگ کردن با سایر شهرها برای با سایر رهبران کارگری جهت اقدام مشترک، از تومار گرفته، از اعتراض محلی گرفته، از هر سبکی که واقعاً شدنی در اون شرایط واقعاً نهایت استفاده کرد. امروز هم به نظر من برعکس این دوستان را باعث در تمام شهر، در تمام شهرها باعث این عکس بزرگ کرد که این رهبران، رهبران ما هستند، این رهبران زندانی، این ها زندانی ما هست و خواست و مطالبات ما هست. باعث این در کل جامعه برشست و در کل جامعه بازم برنظرم این باعث سلوحی اعتراض کل جامعه قرار بگید و هر سبک مطالبی که واقعا فعالیم در امروز میتونن دستوکار قرار بدن. همکنون جامعه وارد تحولات سیاسی مهمی هست و در واقع رژیم جمهوری اسلامی عملا بر موجی از باروت نشسته است. همونجوری که شما در صحبتتون اشاره کردین، جنبش کارگران نفت در دوره گذشته یکی از ملزومات مهم برای شکست رژیم گذشته بوده. شما فکر میکنین که ملزومات ظاهر شدن جنبش کارگری در دوره کنونی به چه شکلی میتونه، چیه که میتونه خودش رو تو همون ظرفیت ظاهر بکنه و در واقع نقش رهبری اعتراضات جامعه رو در دست بگیره؟ با توجه به اشاره 57 و سالهای 56 و دقیقا 55 دورانش اون وقتا برای کم تأثیر کردن جنبش کارگری دست به موازی سازی یک سری تشکل‌های دولتی کرد. امروز هم جمهوری اسلامی دقیقا عرض کردم با این سلاحش، تنها سلاحش همین بود که با زندان و احزار و نمیدونم برای کارگران و تنها سلاح کارگران برای موفقی در این نظر به نظر اتحاده و اتحادش هم با تشکل و هماهنگی. از نمونه مثال هماهنگی همین اعتراض هفت‌تپه و فولاد اهواز با هم هماهنگ کردن که برای اعتراضاشان به خیابان اومدن. امروز هم با هماهنگی، حمایت از هم دیگر و حمایت های بین المللی مثلا خیلی موثره. امروز با توجه به اینکه جنبش کارگری در سلاحی حتی روزنامه داخل اگر چه خیلی در حال تاثیر سانسور و چیز بود، ولی جنبش کارگری در سلاحی روزنامه اکثرا قرار گرفت. خصوصا اعتراضات فولاد و هبکو نمونه اینا آخر سلاحی روزنامه چه قرار گرفت. و نظرم امروز هم باعثی این متد ادامه داد، هر روز متد جدید برای موفقیت باعث دستورکار گذاشت. بعد وجه به شرایط چی میطلبه واخن که واخن باعثی متدهای جدید برای خونسا کردن
برای خونساگره این سیاست اگرچه این صلاح سرکوب دیگه خاصیت از خودش داره، با توجه به اینکه این عرض کردم صلاح کارگران واقعا قدرتمند شده، هر روز اتحاد کارگران، هر روز حمایت کارگران، هر روز این جنبش کارگری قدرتمندتر از دیروز خواهد شد و خواهد بود و شده و خواهد بود. ما با تقویت این جنبش منظرم، با تقویت این جنبش از طریق حمایت، از طریق هماهنگی، هر طریق از این به نظرم این بهترین سر که برای پیشبرد این جنبش برای و مؤثر بودن در آینده، در آینده تأثیرگذاری در سرنوشت کل جامعه خواهد بود. مسئله فقر یکی از مسئله مهم در جامعه است که فشارش بر دوش مردم و به خصوص بر دوش طبقه کارگر در اون جامعه سنگینی میکنه. ما با تحریم‌های اقتصادی بیشتری از طرف دولت امریکا بر علیه جمهوری اسلامی روبرو هستیم. شما فکر میکنین که مسئله فقر به خصوص با در نظر گرفتن این که کارگران بخش زیادیشون با دستمزدهای موقتاً روبرو هستن، چه تأثیری میتونه در جنبش کارگری داشته باشه و چشمنداز جنبش کارگری رو در سال 98 به چه شکل میبینید؟ توجه به دستمزدهای بارها زیر خط فقر و با توجه به تورم و گرانی های کمر شکن که امروز در جامعه هر روز قبلا اگه سال به سال 6 ماه 6 ماه تا الان روز به روز تغییر میکنه و دوجه به اینکه امروز با هم مردم حتی نمیتونن خوراکی های مخند روزمراشن رو مخند تأمین کنن، و نظر من این خیلی تأثیر در تقویت این جنبش مردم میفهم مخند مطالبات این جنبش کارگری مطالبات اون است. الان مردم مخند دستفی کارگری من بذار یه چیزی بهت بگم، سال 80 وقتی رفتیم زندان 13 نفر بودیم زندان مرکزی سنندج که حدودا 500 تقریبا 500 نفر داشت، این جایگاه جنبش کارگری میخوام تعلیم مثال بذار که میگفتن هر جا میرفتیم برای ما احترام میگفتن اینا حزب کارگر هستن، برای ما احترام قائل میشدن، اصلا خوراکی هاشن باور که یارو مثلا یک موز داشت یک هفته داشت برای ما میگذاشت، میگفت اینا حزب کارگر هستن، یعنی همه زندانیان برای ما یک احترام خاصی قائل بودن، معنی این ما را به معنی حزب کارگر میشناختن در حال زندان. منظور این امروز هم در جامعه این طوریه، در جامعه باور کن امروز فعالین کارگری به عنوان محبوب‌ترین چهره حتی برای گریکوشای مشکلات خانوادگی دعوت میکنن. به نظر من حمایت این جنبش و با توجه به مسئله فقر و نابسامانی اقتصادی چون مثلا همین که اشاره کردی، نابسامانی اقتصادی از یک طرف بنبست اقتصادی، از اون طرف هم فقر مشکلات مالی، به نظر من هر روز این جنبش رو بیشتر از دیروز تقویت خواهد کرد. بله، جمهوری اسلامی رفتنی است، آلترناتیف های مختلف سیاسی آلترناتیف های خودشون رو رومیز گذاشتن، جریانات راست بار دیگه تلاش میکنن که طبقه کارگر و مردم رو گوشت دم و توپ بکنن و خودشون به قدرت برسن. شما فکر میکنین که طبقه کارگر چجوری میتونه آلترناتیف خودش رو به عنوان یک آلترناتیف فردای روشن جامعه ایران بر جامعه حاکم بکنه؟ جالب اینجاست در اصابت دقیقاً در اصابت کارگری نشکر هفته با واقعاً به این اشاره که آلترناتیو ما آلترناتیو شورایی واقعاً جمع دستن، واقعاً خود کارگران دستن یورش خودشان میتونن تأثیر بذارن، اجازه ندارن که با از بالا براشان تعیین بکنن. این آلترناتیو طبقه کارگر است که واقعاً خود کارگران میتونن در سرنوشت خودشان مؤثر باشن، خودشان میتونن در سرنوشت خودشان واقعا تاثیرگذار باشن، اجازه ندن که از بالا براشان تعیین بکنن. این آلترناتیو طبقه کارگر است که کل مردم میتونن واقعا باشن در این جامعه چجوری به چه سمتی بره، نه اجازه بدن واقعا از بالا براشان تعیین شون، واقعا همیشه این طبقه، این مردم واقعا قربانی این مناسبات سرمایه که افقش سود است و همیشه در هر حال و شرایط داشته افق سود است، آخر قربانی و شرایط آنه دیگه جنبش کارگری و مردم آگاه ایران به حدی رسیم واقعا اجازه نمیدهن واقعا که از بلا برایشان تعیین کنن، و این آلترناتیو طبقه کارگر است که واقعا به صورت شورای جامعه اداره بشه، به صورت شورایی و طوری که واقعا کل مردم بتونن در سرنوشت خودشان مؤثر تأثیر گذار باشن. صدیق کریمی عزیز، با تشکر بسیار زیاد از شما که به ما وقت دادین تا در برنامه امروز رو در رو شما رو با بینندگان و شنوندگان خودمون داشته باشیم.
با امید پیروزی و با آرزوی موفقیت برای شما در پیشبرد فعالیت‌های عمیقاً کارگری و سوسیالیستی. با تشکر از شما. من همینطور از شما عزیزان تشکر می‌کنم و ممنونم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتی. با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز می‌رسیم. من محمود احمدی در کنار کارگردان فنی برنامه امروز بابک یزدی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوب.